دوازدهم مرداد خامنه ای در جلسه تنفیذ رئیسی جلاد گفت این جا به جای قدرت امیدآفرین است. اما در صدومین روز اعترافات چه میگویند؟ آقای رئیسی، من پیشنهاد میدم اگر نمیتونید قیمت ها رو کاهش بدید، اگر نمیتونید حقوق بازنشسته ها رو اضافه کنید، حداقل حقوق های نجومی رو کاهش بدید. این که سخت نیست آقای رئیسی، این کار رو که میتونید انجام بدید. دولت بسته های اقتصادی رو باز نمیکنه. کی؟ اتفاقا فرصت میخواد بیاد بگید آقا یک ماه دیگه ما برنامه اقتصادیمون رو ارائه میکنیم. حتی سهامداران حقوقی نمیدونن دولت برای مدیریت اقتصاد چه برنامه‌ای داره. جناب آقای رئیسی، خبرهای خوبی از تیم اقتصادی جناب عالی به خانه ملت نمیرسن. بعد از 100 روز این هم جواب آخوند رئیسی. ما اگر تورم رو کاهش بدیم که میتوانیم انشالله، ما تورم رو کنترل کنیم، گرانی رو کنترل کنیم، درآمد رو افزایش بدیم، هزینه رو کاهش بدیم. آخوند خوئینی ها به این اگرها هشدار داد و گفت وضعیت موجود معیشت مردم را در تنگنایی سخت گرفتار کرده. نکند روزی فرا برسد که چاره کار از دست همه خارج شده باشد. امروز ما متاسفانه مردم رو از این صحنه ها دور نگه داشتیم. این اشتباس و این بزرگترین اشتباس. یک روزنامه حکومتی نتیجه این اشتباه بزرگ را اینطور یادآوری کرد: زنگ خطر عقده گشایی ها به صدا در می آید و عواقب خطرناک آن خیلی زود خودنمایی می کند. شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو می بوسیدم. تردیدی نیست که چاره کار دست جوانان شورشی است که پاسخ دست بوسان را میدهند. تندیس سگ نجس رو که آتیش زده بودن، الان اینا اومدن دارن رنگش میکنن. سگ نجس! خامنه سگ نجس!